سلام علیکم بچه ها، خوب هستین؟ امیده که جور و صحتمند باشین در هر گوشه و کنار دنیا که هستین. با من مشتبه حسینی یک ویدیو دیگر درباره این که چطوری بتونیم برای خود ما یک حساب در یک از بروکر باز کنیم و اونجا بتونیم سرمایه گذاری کنیم، سهام خرید کنیم. اگر این ویدیو رو برای بار اول میبینیم، ویدیویی که من درباره سهام برش ما توضیح دادم، برو ندیدی، لینکش اینجا میای بالا، برو اول ویدیو رو ببین که یک مقدار در مورد سهام بیشتر بفهمی. بعدش اگر خواستی میخوای سرمایه گذاری در بازار بورس شروع کنی، بعد میتونی بیای این ویدیو رو ببینی. خب در این ویدیو یک بروکری به اسم دجایرو هستم. من اینجا مرحله به مرحله، قدم به قدم، از صفر تا صد همه چیز رو برای شما توضیح میدیم، نشان میدیم که چقدر شما میتونید براتون حساب باز کنین و شروع به سرمایه گذاری کنین از کمترین پولی که دارین، که اون پولتان بتونه براتون رشد کنه. و همچنین حالا از قراری که اتفاق افتاده، از قراری که مردم های زیاد از طریق بازار بورس پولدار، سرمایه دار، میلیونر، میلیاردر شده، شاید ما تو هم بتونیم شونیم کم کم، از کم شروع کنیم، بزرگ ختمش کنیم. من اولی ویدیو رو برمیگردونم، مریم روی صفحه کامپیوتر، از اونجا مرحله به مرحله براتون توضیح میدم. میخوای همه چیز رو یاد بگیری، ویدیو رو تا آخر ببین. ویدیو یک مقدار ویدیو طولانی خود بود، چون همه چیز رو من از صفحه کامپیوتر براتون نشون میدم که چشمه شما هم بتونین براتون حساب باز کنین. قبل از اینکه بریم کارو شروع کنیم، اصلا میخوایم کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، اسمش کنین لایک رو، چون لایک تان، سابسکرایب تان مرا حمایت منه، انگیزه میده که میتونم برای شما هم بیشتر ویدیو بسازم. ویدیوهای ما درباره بازار بورس، سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتالی هستن. اگر تو از کسایی هستی که دنبال این چیزا هستی، پس کانال ما رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا از ویدیوهای جدید بی بهره نباشی. خب میریم روی صفحه کامپیوتر. صفحه اصلی دجایرو هست. دجایرو یک بروکر اروپایی هست، دفتر اصلیش در آیرلند است. استفاده کننده های خیلی زیادی داره، کمیشنش هم خیلی پایینه. جی میبینی یوکیش هر سهام انگلیس 1.75 یورو پلاس 0.0014%، چیزش خیلی پایین هسته، یعنی نسبت به خیلی بروکرهای دیگه، یعنی از نگاه کمیشنش خیلی پایین هسته. این صفحه اصلیش هست، با هم بریم یک مرور مونیم. اپلیکیشنش هم برای تلفن هم داره، برای کامپیوتر هم هست. شما اپلیکیشنش هم در کامپیوتر میتونید استفاده کنید، از کامپیوتر میتونید مستقیم وارد شید، همچنین اپلیکیشنش میتونید در تلفن دانلود کنید و استفاده کنید. More than 1 million investors across 80 countries already invested with us. بیش از 1 میلیون نفر در 18 کشور در اینجا سرمایه گذاری مونه. More than just low fees, discover the money benefits of Dejayro. کمیشنش پایین است. سیکیوریتیش کاملا اطمینانیه و همچنین innovative platform Dejayro innovative is standard our investment platform at the forefront of the industry, but we are not content to stop improving, we are continuously expanding ourselves. همه چیزش کاملا اطمینانی و اعتباری است زیر نظر قانون اروپای. ورلد واید دور دنیا، نو فاین پرینت. بعد خب اینجا درباره ریسک مثلا سرمایه گذاری اینا گفته. خب اسم سرمایه گذاری اینا که خودتان تا جایی در جریان هستیم که سرمایه گذاری ریسک هم داره، همیشه فقط سود و فایده نیست. در سال 2013 تأسیس شده. آره یک قسمت پایینه میبینی آیلند نیدرلندی است، آیلندی. بعد برای خواستم برای شما فقط یک مقدار از روی خود پلتفرم برای شما نشان بدم. همه چیزش را اینجا میبینید دیگه، خودتون هم میتونید بیاین بخونین.
من تا امروز را سرمایه گذاری خورده یک بانک سویدنی یا یک بروکر سویدنی انجام دادم، ولی خب تا جایی که من دجایرو خیلی وقت میشناسم و از همه چیزش واقعا خوشم آمده، باز داخل خود پلتفرم شدین هم برای شما نشان میدیم چه رقمی هستن استفاده شه و یک سری گزینه های خیلی زیادی که اینجا در دجایرو داره، گزینه های خوبی که داره در چیز نداره. ما در دو بروکر سویدنی که من استفاده میدیم اونجا نداره، بروکر هم که نیست، بانک هستن اونجا نداریم، ولی خب دجایرو خیلی خیلی پلتفرم عالی هستن. من خودم هم از این بود خواهیم کلن سرمایه گذاری خود اینجا شروع کنم دیگه، اونجا نمانم چون واقعا چیزش پایین است، کمیشن نایشه. این یک توضیح خلاصه از صفحه است. اینال موری مرحله ثبت نام را با هم انجام میدیم. لینکی که در کامنت ما هست و در دیسکریپشن ماندم، از طریق از اون لینک شما میتونین بیاین ثبت نام کنین، از طریق لینک ما بیاین. برای ما یک مقدار کمیشن میده، ولی چیزی اضافی نیست که شما پرداخت کنین، یه چیز اضافی پلتفرم برای ما میده. اگر از طریق لینک ما بیاین خوشحال میشم براتون. اگه ویدیو آموزنده بوده براتون تونسته کمک کنه، ما تحسین مونم که از طریق لینک ما بیاین خود ثبت نام کنین. بعد ده اینجا میاییم، ده این صفحه اصلی میاییم. من بازار برم از پایین، چون من در کشور که زندگی نو باید زبان کشور چیز خود خود انتخاب کنم، سویدن انتخاب کنم. من همه چیز برش متوازه میدیم. خب ده اینجا آمادیم. این روی دکمه زرد ده این بالا میبینین نشته اسکاپ کنتو، یعنی کریت اکاونت برای خود حساب درست کن، روی ازی کلیک مونه. خب در همچین صفحه ای میاییم، در این قسمت بالا میل آدرس، در اینجا میل امو ایمیلی که استفاده مونین وارد مونین. در این خانه خالی دومی برای خودتان یک یوزر نیم یا همو یک نامی که باش میتونین وارد چنین، یک نامی جداگانه میخوایم، مثلا یالا یک سه تا حروف یک اعداد اینا میتونین انتخاب کنین. بعد در قسمت پایین برایتان یک پسورد انتخاب مونین، پسوردی که انتخاب کنین. بعد اوپن دیت کنتو، یعنی open your account، یعنی برای خود حساب میسازی. اینا رو خانه پوری مونیم، باید ای رو ریزی کلیک مونیم. بعد در همچین صفحه ایمین او مرحله قبلی رو که انجام دادیم، اینجا گفته ویرفیر دین میل آدرس، باید میل خود رو تایید کنیم. ما اونو میبینی اینجا برای ما یک پیام آماد، باید میل خود رو تایید کنیم. بعد مریم در صفحه بعدی میل خود میلی تانه باز کنین. اینجا میبینین برای ما یک ایمیل از طرف دجایرو آمده که باید ثبت نام خود تکمیل کنیم. در این قسمت میبینین دکمه آبی را سلوت فورد این رجیسترینگ، یعنی ثبت نام تو تکمیل کو، ما روی ازی کلیک مونیم. بعد در این صفحه دیگه میایم، گفته ای پست وریفید، یعنی ایمیل ما را تایید کرده. باز ما در این قسمت این لوگین میزنیم، یعنی وارد شدن. خب چیز ثبت نام را انجام دادیم، اونجا همو یوزر نیم را که انتخاب کرده بودیم و همو پسورد را که انتخاب کردیم در اونجا وارد کردیم. در این صفحه بعدی آمده و در این قسمت گفته از ما گفته ویلکوم این وی بهاور بارا نوگر فلیر آف ایفتر فرد کنه بلی کلار میدین فرفیل. ما یک سری مشخصات را لازم داریم از که تا اینکه بیتنیم حسابی تکمیل کنیم. پرشون او پیفتر یعنی مشخصات شخصی ما، امی مشخصات خود ما. فرشت یعنی کنتینیو ادامه را میزنیم. در این قسمت از ما فور نام، یعنی نام اصلی ما رو خواسته، کدام ملان نامی اگر داریم، اما نامی که در پاسپورت ما نوشته یا اون نامی که در پاسپورت ما نوشته یا او رو اینجا وارد مانیم. بعد در نام فامیلی ما رو می نویسیم مجتبی حسینی بعد ادامه رو میزنیم. باز در این قسمت در صفحه بعدی که آمدیم از ما شماره تلفن میخواد، شماره تلفن ما وارد مونیم. بعد برای ما یک کد میآید. خب در او صفحه قبلی شماره تلفن خود وارد کردیم، بعد در این صفحه بعدی آمدیم. در این صفحه بعدی یک قسمت میبینی گاتونوم نام خیابان مینویسیم و شماره شیره تیله کدام چیزی اضافی فکر کنم لازم نباشه،
کدام چیز اضافی لازم نیست که ما بنویسیم، فقط هم نام خیابان خانق، آدرس خانق و شمارش رو مینویسیم و همچنین نام شهری که در قسمت اورد، حالا در این سویدنی نیشته، خب در زبانی هم کشوری که شما وارد چنین نام هم شهرتان رو مینویسیم. بعد پست نمبر امو کد شهری که ما و شما داریم، حالا مثلا ما دیگه کشور خبر نداریم سویدن، ما داریم یک عدد 5 رقمی عدد داریم، امو پست کد، امو کد شهری خود می‌نویسیم. بعد در قسمت پایین کشور خود انتخاب می‌کنیم، ولایت لند، یعنی یک کشور انتخاب کرد، اینا رو خانه پوری می‌کنیم. خب اون مشخصات قبلی را خانه پوری کردیم، آمادیم در صفحه بعدی. صفحه بعدی اینجا تاریخ تولد و ای چیزا را از ما میخواید. در این سمت چپ داگ یعنی روز، روز تولد رو انتخاب منیم، ماه تولد رو موناد، ماه تولد رو انتخاب منیم، اور یعنی سال، سال تولد رو انتخاب منیم. بعد اینجا فودلس اور یعنی دو شهری که ما در افغانستان، حالا از افغانستان، ایران، هر جای هستی، او شهری که ما در افغانستان در دنیا آمدیم در روی پاسپورتتان هسته، او رو اینجا وارد مونین. و همچنین در پایین فودلزلند، کشوری که ما در دنیا آمدیم، او رو انتخاب مونیم و بعدش ادامه رو میزنیم. خب او رو انجام دادیم، آمدیم در صفحه بعدی. اینجا از ما سوال که گفته اردو ان یو اس پرشن مید بورر ال بوسات، کدام گفته کدام شخصی هستی که در آمریکا مثلا کدام پاسپورت یا چیزای اینایی رو داری، فکر منظور شما یا زندگی کردی، ما در قسمت می نویسیم نه یا ار اینت ان یو اس پرشن، ما کدام شخصی مثلا آمریکایی نیستیم. اینجا هم حتی از ما سوال که گفته دو ان یو اس سیتیزن، دو ان یو اس رسیدنت آلین، نه ما در قسمت اینی حالا در زبان کشورتان نه یا ار اینت این یو اس پرسن، نه من کدام شخصی نیستم که در آمریکا زندگی کنم. ایره روش کلیک مونیم، بعد ادامه رو میزنیم. خب بعد در صفحه بعدی ما آمدیم، صفحه بعدی اینجا از ما مشخصات کارت بانک میخواید. گفته انیه دید کلیرینگز نمبر اینکلوسیف کنتو نمبر اوتان خیلی تکن، ما اینجا برای از اینا چیز ما وارد مونیم، کلیرینگز نمبر. حالا کلیرینگز نمبر نمیفهم در زبانهای دیگه چی میشه، اما یک اعداد 4-5 رقمی که داخل حساب، در حساب بانکی ما داریم و کل کارت نمبر کارت بانکی ما، اینا رو کلا بدون کدام خط فاصله یا بدون کدام چیزی کلا همه رو یک جای وارد مونیم. خب در صفحه قبلی همه مشخصات رو برایشان دادیم، بعد تاییدش کردیم، آمدیم در این صفحه. در این صفحه از ما ایدنتیتیت یعنی هویت از ما رو میخواهی که ما اینجا تایید کنیم. از ما اینجا سوال کرده گفته ویلی نتخونالیتیت، گفته یک هویت یک ملیت رو انتخاب کن، ما روی ازی کلیک مونیم، افغانستان رو انتخاب مونیم. بعد گفته هاردو دو بلتمیت بوری اینمیه، کدام سیتیزن دیگه هم در اروپا داری، ما میزنیم نه یعنی ندارم، نه ما فقط دارم یعنی فقط پاسپورت افغانی رو تا حالا در حال حاضر دارم. یه رویش کلیک مونیم، نه رو میزنیم. حالا اگر شما در کشور اروپایی زندگی مونید دارین، میتونین انتخاب کنی، از اول میتونین با اما مشخصات پیش برین و یا اینکه آره دیگه ما شما در مشخصات همیشه افغانستان آمدیم، در قسمت اگه کدام پاسپورت سیتیزن دیگه کشورهای هم داریم میتونی انتخاب کنید تو. بعد ادامه رو میزنیم. خب در این قسمت از ما گفته لاد او دیت پاس درگ اوک سلیپ فایلین هیت اله، ما باید عکس پاسپورت ما رو، عکس صفحه اصلی پاسپورت ما رو عکس بگیریم، در کامپیوتر ما داشته باشیم که اینجا بتونیم آپلود کنیم. حالا میتونین با تلفنتون عکس بگیرین یا در کامپیوترتون بفرستین، بعد قسمت آپلود کنین.
خب ما همه مشخصات لازمه را برشان فرستادیم و بعد در صفحه بعدی از ما گفته بود که تشکر از اینکه اکثر تشکری کرده بود و گفته بود که در اونجا خب ما از اون قسمت چه ویدیو نگرفتم، نوشته بود خودتان حتما خواندین که گفته بود 10 روز کاری وقت میگیره که تا اینکه ما بتونیم مشخصات تو را تایید کنیم، منظورم که هویت تو را تایید کنیم. حالا برای ما اینجا پیام شما دید کنتو هاروی فیرس دو اربارا نوگر فو استیک فرون یاردین فرشت اینویستیرینگ، گفته حساب تو را ما هویت تا تکمیل کردیم، فقط چند مرحله مانده که برای اینکه بتونی سرمایه گذاری را شروع کنی. در قسمت اول گفته فیلی دیسکت تنتر ما خون مشخصات مالیات توارید کو، بعد در قسمت دومی اسکریپ اندر آفتار این اسمس، گفت بعد قرارداد نامه را بنویس و زیرش با اسمس. حالا ببینیم که در کجا هسته، گفته یور دین فرشت این ستنینگ میست انسی، اولین سرمایه گذاری تر شروع کو از کمترین چه با 1 کرون، از ما 1 پول کرون گفته. ما همه چیز تکمیل کردیم، برای ما پیامش آمد که حساب ما را تایید کردن. حالا ما میخواییم اینجا لاگین چنیم، حساب ما را تایید کردن لاگین مونیم، بعد داخل حساب ما میشیم ببینیم که از ما چی بیشتر میخواییم، با هم بریم انجام بدیم. خب ما وارد اکاونت ما شدیم، اینجا گفته ویلکومن وی به هاو نورا فلیر و پیفتر فورد بلی کلار میده، ما یک سری مشخصات بیشتری را ما ازت میخواییم برای اینکه بتونیم هویت تا حسابت تکمیل کنیم. فرمولار فور اسکات انفرماخون مشخصات برای مالیات. خب ما اینجا ادامه میزنیم، ده اینجا از ما خواسته که گفتم ولگن انی دن لندر دو اسکات خیلی سمت، گفته کشوری که زندگی مینی مالیات پرداخونی کشور انتخاب کو، ما مثلا سویدن انتخاب مونیم. کجاشو سویدن کجاست؟ گم شده رفتم. خب سویدن، وره سویدن، قسمت سویدن انتخاب کردیم. اینجا از ما گفته انیه اسکت ایدنتیتیت سرتیفیکا خونس نمبر فور دی لندت. خب ما یکی در کشور سویدن زندگی مونیم یا هر کشور دیگه ای که شما زندگی مونیم، امی شماره شما از ما اینجا گفته شماره هویت مالیات، شماره هویت مالیات همو تاریخ تولد ما و همو 4 شماره آخری که ما داریم اونمو هسته که ما باید اینجا وارد کنیم. در زبان فارسی میشه شماره هویت مالیات که همو تاریخ تولد ما با 4 شماره آخر ما تکمیل اونمو رو وارد کنیم. و باز در پایین از ما سوال کردن سیست دوار اسکت خیلی فلیر لنده، گفته در کشورهای بیشتر مالیات میدیم، ما میگیم نه، ایر تاریخ تولد تانه با 4 شماره آخر تانه اینجا وارد مونین، بعد خیکه یعنی بعد میفرستین، روی ازی کلیک مونین. بعد آمدیم در صفحه بعدی، صفحه بعدی اینجا از ما یک سری چیزهای را گفته ویلیگن ایدن لنده دوی اسکت خیلی سمت، بعد گفته بکرفته دین انفرماخون سم لمناس ارساند کوریکت فولستندیگ، گفته اینجا تایید بده مشخصات را که تو برای ما فرستاده همیشه قابل اعتبار و درست هست و آره دیگه اینا رو خودتان در زبان هم کشورتان هستن میتونین بخونین. بعد در قسمت پایین از ما گفته هرمید اینتیگر یا هنده، گفته من تایید منو مشخصات را همه چیزی را که من اینجا فرستادم همیشه قانونی و اعتباری هستن، روی ازی کلیک مونین، بعد خیکه یعنی فرستادن سن میفرستین. بعد در صفحه بعدی میایی، صفحه بعدی میایی اینجا اکثر چیزهایی هسته که با هم انجامش میدیم، گفته ولگن ولدین پروفیل،
آره اینا رو خودتون در زبان همون کشورتون در زبانی هستن میتونین بخونین، یک سری مشخصات درباره همین سرمایه گذاری و گفته اینجا که اگر تو فعالم نباشی ما حساب تا بسته نمونیم یا کدام فعالیه کدام پولی ازت نمیگیریم. الا رجیسترینگ یا نمت فولیا استیگنسون فرمان اینمی دی صفحه اینمی بیسیک این بیسیک شا انتخاب مونیم همی معمولی شا روی از این میزنیم اینگ این اکفیلاقی اینگ این اکترس ها ویفتر بزی کلیک کنیم ببینیم چی میایا. آره بعد در صفحه بعدی آمد یک سری مشخصات را ما اینجا تایید میدیم اینوسترینگز ویلکو شرایط سرمایه گذاری را، بعد ای پوست و اینترنت ایرم تایید میدیم اوردر اندست فوردن کندن بکرفتر و گود تاره دیجای روزی همه از اینا رو تایید میدیم. خودتون هم میتونیم بخوانید، من قبلا این را انجام هم دادم لیک ویلد اینا رو همه رو تایید بیدیم ساکر هم تل تریدی پارتر رو کن کانترد اینا رو همه رو تایید میدیم بعد ادامه رو میزنیم. بعد به صفحه بعدی که آمدیم اینجا گفتم ما تایید منیم که همه مشخصات رو که ما اینجا دادیم قابل قبول و اعتباری هستن، بازم دوباره ادامه رو میزنیم. برای ما یک کد فرستادن، یک کد فرستادن در شماره تلفن ما که او کد را ما اینجا باید وارد کنیم و بتونیم ادامه رو بزنیم. خب در صفحه بعدی شماره تلفن خود وارد کردیم، کد برای ما آمد، کد رو اونجا وارد کردیم. بعد در صفحه بعدی آمدیم اینجا یک قراردادی چیزایی که از طرف دیجای رو هسته، چون همه چیز دیجای رو قانونی و مثلا مستحکمه که ما باید اونا رو انجام بدیم. یک قراردادی که برای ما فرستاده ما رو میتونیم دانلودش کنیم. ما اینجا روی ادامه رو میزنیم ببینیم صفحه بعدی چی میگه. گفته تکسومی که اوپیفت نهار اسپار است، گفته تشکر همه مشخصات ذخیره شده. باز ادامه رو میزنیم. بعد در اینجا از ما گفته که یک بانک حساب بانکی رو وصل کن، ما حساب بانکی خور اینجا وصل. خب حالا ما او صحنهش رو گذشتان تر کردم چون مشخصات کارت بانکم آمده بود بالا. در اونجا همو مشخصات بانک رو که اول ما وارد کرده بودیم اونجا خودش اوتومات اماد بالا. بعد در این قسمت بچه ما چیز را انتخاب مونیم تراسلی، یعنی از طریق تراسلی ما سریع میتونیم پول خود را بفرستیم. ولی گفته ام دو ویلی تراسلی کامردین اینسه نیگنیم فرستینم 30 منویتر. اگه تراسلی رو ما انتخاب کنیم در مدت 30 دقیقه پول ما فرستاده میشه در حساب بانک، در حساب اکاونت ما میایه. ما تراسلی رو انتخاب کردیم. بانک اوورفورینگ یعنی فرستادن از طریق بانک هم شما میتونید انتخاب کنیم، ولی به نظر من تراسلی بهتره چون بانک اوورفورینگ یعنی فرستادن از طریق بانک. اینجا برای ما گفته 2 تا 3 تا روز کاری را در بر میگیره. ما ادامه را میزنیم. قسمت ما در این قسمت لازم است که مقدار پول را انتخاب کنیم که قرار ما بفرستیم. من حساب اصلی دارم بچه، حساب اصلی خورم استفاده منون. من اینجا من از قبل حساب درست کردم، من صرف به خاطر شما یه را درست کردم. من مقدار یک پول خیلی نامحدود را قرار بفرستم، مثلا من 10 کرون میزنم. حالا ببینیم مثلا 5 کرون بزنم چطور میشه. 5 کرون را من انتخاب منم چون به خاطر اینکه شما بفهمین چرقمی انجام بدیم. من از حساب اصلی قبلی که درست کردم من از استفاده منم. ادامه را میزنیم. بعد در همچین صفحه میاییم اینجا امو نو بانکی که ما داریم، امو بانکی که شما دارین بانک خور انتخاب منین. حالا در کشوری که زندگی منین مثلا اینجا برای ما یک گزینه های بانک هایی که در سویدن هستم آمده. ما مثلا سوید بانک همو ماستر کارد دارم او رو انتخاب منام. بعد در صفحه بعدی میاییم، حالا هر گزینه ای که شما پیش بردین در صفحه بعدی میاییم. اینجا
از طریق موبایل بانکی دی، از طریق امو بانکی دی تلفن بشماریم. اینج پرسون نمبر امو تاریخ تولد ما رو میخوایم و تاریخ تولد، روز، ماه، سال و همچنین چهار شماره آخر اونا رو اینجا وارد مونیم. ما اینال باید تلفن ما بانکی دی ما رو واس کنم، این رو تایید بدیم که او پول فرستاده شونه. از را مرحله به مرحله، قدم به قدم انجام دادیم، همه چیز تکمیل کردیم، پول فرستادیم در حساب بانکی ما، در حساب دیجایرای ما. الان ما وارد اکاونت شدیم، اینی صفحه ما هسته. من تا حالا از این استفاده نکردم، این حساب قبلی ماست که من تقریبا چند روز پیش درست کرده بودم. اینجا میبینین من 299 کرون تقریبا 20 دلار میشه که من اینجا فرستادم. اینی پولی که ما در حال حاضر داریم، اینی پورتفولیوی ما در این قسمت علامت چشم میبینی پورتفولیو، یعنی سهامایی که ما خریده باشیم، سرمایه گذاری کرده باشیم، اینجا میبینیم. و همچنین این دکمه سرخ که میبینین توتال آف کاستنگ، یعنی ما مثلا چقدر فایده کردیم، اونا رو باز برای ما نشان میده. خب من تا حالا هیچ گفتم سرمایه گذاری نکردم. بالاخره همه مرحله ثبت نام همه چیز تکمیل کردیم، اینال آمادیم داخل حساب دجایروی ما شدیم. بچه ها این ویدیو بی نهایت طولانی میشه، نمیخوایم بیشتر از این طولانی کنم. فردا برای شما ویدیوی بعدی رو میسازم که چرمی قدم به قدم، مرحله به مرحله دیگه چیزهای شرم یاد بگیریم و همچنین چرمی بیتونیم سهام بخریم، گزینه هایی که اینجا داره، گزینه ها چه کاربرد داره و همه چیش را با هم فردا موری میبینیم قدم به قدم. همه چیش و یک سری تست های هسته، اونا را باید انجام بدین، همه چیز را با هم فردا انجام میدیم دیگه. اینی ویدیو هست، مرحله ثبت نامش بود. امیدوار هستم که ویدیو براتون آموزنده بوده باشه. بچه یادتان نره سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله را بزنین. اگه ویدیو مفهمین کدام کسی دیگه، دوستتان، هر کسی هسته میخواید سرمایه گذاری در بازار بورس اینجا رو شروع کنه، ارزهای دیجیتالی ویدیو رو میتونین برشان بفرستین. کمکتان، لایکتان، سابسکرایبتان واقعا مرا انگیزه میده که بیشتر بتونم براتون ویدیو بسازم. خب شما همه شما نه اگه دیشم شاید خبر داشته باشید که من در اینترنت کار اصلیم دیگه یا کار بازاریابی منم، در کنارش فقط به خاطر درخواست های شما من در یوتیوب هم فعالیت شروع کردم، گفتم بتونم شما رو هم کمک کنم. دیگه وقت خوش براتون میخوایم، ویدیویی که چطوری بتونیم سهام خرید کنیم، چیزهای بیشتره ویدیوی بعدی فردا میه. وقتتان خوش، خوش و سعادتمند باشین.